سلام بر شما، به این برنامه خبری ویژه خوش آمدید. مستقیم میریم به نشست خبری امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران. آباد و شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم، هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیماهای جنگی، بعضی از بمب افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد، یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد. سردار، تسلیت می‌کنم شما و ملت ایران. سوالی که الان من دارم، آیا همونطور که خودتون هم اشاره کردید، آیا نمی‌شد با توجه به اینکه ما داشتیم عملیات موشکی انجام می‌دادیم و آسمان کشور طبعاً از حالت نرمال خارج شده بود، فضای کشور چند ساعتی، حالا به تخصیص زمانی که حالا صلاح بود، کلیر بشه به قول شما، یا از پروازهای تجاری و مسافربری عاری میشد و این پروازها صورت نمیگرفت؟ ببینید، من نمیخوام اینجا کسی رو متهم بکنم. بالاخره ما یه اطلاع رسانی داریم میکنیم، طبیعتاً گروه هایی که مسئول هستن این حادثه رو بررسی بکنن، رسیدگی بکنن، اونها رسیدگی میکنن و اینها رو معلوم میکنن. از دید من موقعی که شرایط جنگی میشه، باید توسط مسئولین زیرفت این اتفاق میافتاد، ولی به هر ترتیب نیفتاد. نه، ببینید، تو بخش هوانوردی هیچ اتفاق مشکل با اونها نیست، از اونها خواسته نشده. یعنی هر مشکلی هست به نیروهای مسلح برمیگرده. این خبط و خطا و مشکلی بوده در مجموعه نیروهای مسلح، در بخش دولتی و کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و اینا هیچ قصوری، هیچ تقصیری اونها ندارن، هیچ گناهی ندارن. اگر از اونها ما می‌خواستیم، یعنی چون وظیفه ما نبوده، مسئول این بخش کسان دیگه‌ای بودن، اونها باید این کار رو مدیریت و فرماندهی می‌کردن. همان گونه که اون شب بنده در غرب کشور عملیات ضربات موشکی رو داشتم فرماندهی می‌کردم و داشتم کنترل می‌کردم، تو این بخش هم عزیزان دیگه‌ای مسئول بودن و اونها باید این کارا رو می‌کردن. منتها این زمینه فراهم شد که این فرد این خطای بزرگ رو انجام بده و متأسفانه این حادثه رخ بده. نشست خبری امیرعلی حاجی زاده بود، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران. او مسئولیت حادثه هدف قرار گرفتن هواپیمای خط هوایی اوکراین رو پذیرفت و گفت که در پاسخ به اینکه آیا او استعفا خواهد داد یا نه، گفت که اصطلاحی که به کار بود این بود که گردنش از مو باریکتره. و او البته اشاره کرد به اینکه بعد از این اتفاق و وقتی که محرز شد که هواپیما توسط نیروهای مسلح ایران هدف قرار گرفته، آرزوی مرگ کرده. به هر حال بیننده پوشش ویژه ما هستید. از آنچه که در آسمان ایران رخ داده، میدونید که ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرد که هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که از تهران به کیف پایتخت اوکراین میرفت، به دلیل خطای انسانی و به اشتباه مورد اصابت موشک پدافند هوایی ایران قرار گرفته. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دستور پیگیری داده. حسن روحانی رئیس جمهوری ابراز تأسف کرد و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم عذرخواهی کرده. قبل از این مقام‌های غربی از جمله نخست وزیر کانادا میگفتند که این هواپیما هدف پدافند ایران قرار گرفته، بر اساس اطلاعاتی که منابع اطلاعاتی در اختیار اونها قرار دادن. این هواپیما روز چهارشنبه و همزمان با حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق هدف قرار گرفت و سقوط کرد. تمام 176 سرنشین این هواپیما کشته شدن. اونها شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و چند کشور دیگه بودند. صدور اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران واکنش‌های زیادی به همراه داشت و در نهایت لحظاتی پیش همونطور که دیدید امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در یک نشست خبری شرکت کرد، تمام مسئولیت رو بر عهده گرفت و گفت که این مسئولیت نه به
بخش‌های دولتی و کشوری بلکه به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برمیگرده. شرایط جنگی بوده، در شرایط جنگی به گفته آقای حاجی زاده خود او مشغول فرماندهی عملیات نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران در غرب ایران بوده، افراد دیگری در پایتخت مسئول بودند که از آسمان ایران دفاع بکنند و او گفت که یک فرد، خطای انسانی یک فرد باعث چنین اتفاقی شده. همکارم امید پارسنژاد اینجا با من. امید، از این بیانیه و بعد اظهار نظرهای مقامهای حکومتی و بعد در نهایت هم امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که توضیح داد، چه برداشتی میشه کرد؟ کار تمومه به نظر میاد، همه چی تقریبا روشن شده. همه چیز به معنی این که چه اتفاقی اون روز افتاده تا حدود زیادی روشنه. آقای حاجی زاده گفت که کسی که مسئول پرتاب موشک بوده و اشتباه کرده، تلقیش این بوده که یک موشک کروز به سمت پایگاهی که اون درش بوده شلیک شده بوده و به هر حال به سمت شلیک کرده و خیلی اظهار تأسف کرد. همینطور که شما گفتین، مشخصاً و با تأکید گفت که هر گونه خبط و خطا و مشکلی که بوده در نیروهای مسلح بوده و سازمان هواپیمایی و دیگران تقصیری نداشتند. در پنهانکاری هم اینطور که او گفت اونا تقصیری نداشتند، مطلع نبودن، اطلاع بهشون داده نشده بوده در این چند روز و به همین دلیل با قاطعیت داشتن میگفتن که در واقع خطای انسانی یا پرتاب موشک یا اصابت هواپیما، هدف گرفتن هواپیما با موشک تکذیب میکردن اونها. ولی خب یه چیزهایی هنوز مبهم هست، از جمله این که حالا فرض میکنیم که مسئولان میان رده دولتی اطلاع نداشتن، ولی مسئولان بالاتر چطور؟ آیا اونا هم بی اطلاع بودن؟ آیا واقعا تا دیروز صبح روز جمعه اینطور که خبرگزاری فارس اطلاع داده رهبر ایران بی اطلاع بوده از این مسئله، رئیس جمهور بی اطلاع بوده؟ یعنی سه روز یه همچین خطایی رو از رهبر و رئیس جمهور که فرمانده کل قوا و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور هست پنهان کرده بودند؟ و اگر اینطور هست، که البته از حرفای آقای حاجی زاده برمی اومد که اینطور نبوده، چون اون گفت که من همون در غرب کشور که بودم وقتی شنیدم یه همچین اتفاقی افتاده به مسئولان اطلاع دادم. روشن نکرد مسئولان منظورش کیه، ولی آدم انتظار داره به هر حال اگر مسئولانی در نیروهای مسلح مطلع بودن حتما به فرمانده کل قوا و رئیس شورای امنیت ملی هم اطلاع بدن. و اینکه این چند روز تأخیر الان موضوع سوال هست، افکار عمومی اینطور که از شواهدش در واقع شبکه‌های اجتماعی پیداست، این سوال رو دارن تکرار میکنن که چرا این چند روز تأخیر، و با اون قاطعیت دستگاه دیپلماسی و دستگاه دولتی داشتن تکذیب میکردن، چرا این اتفاق افتاده. و تلقیشون این هست که به نظر میاد ابتدا منظور و هدف پنهانکاری بوده، ولی بعد وقتی که متوجه شدن که دیگه پنهانکاری امکان پذیر نیست و شواهد و قرائن متعدد وجود داره در مورد اینکه این اتفاق افتاده، از جمله حتی فیلم برخورد موشک به هواپیما منتشر شده، بعد تصمیم گرفتن که در واقع واقعیت رو به افکار عمومی اطلاع بدن. بله، مدتی بود که خیلی فضا ناروشن بود، سردرگم بود، حرفایی گفته میشد که احتمال این هم وجود داره که هواپیما به دلیل نقص فنی سقوط کرده باشه یا دلیلی دیگه داشته باشه. مهمترین پیامد آنچه که رخ داده برای نیروهای مسلح ایران چه است؟ مشخصا برای مثلا سیستم دفاع موشکی ایران که سالها بوده ایران بر روی اون مانور میداده و از اون به عنوان یک دستاورد یاد میکرده. این خیلی بستگی داره به اینکه اراده بالاترین فرماندهان و از جمله رهبر ایران در مورد این چه خواهد بود. به دلیل اینکه رهبر ایران همین امروز هم یک پیامی صادر کرده، ضمن اینکه ابراز تأسف کرده خیلی شدید، دستور داده که این موضوع رو حتما با دقت بررسی کنن، هر کس که خبط و خطایی کرده باش برخورد بشه، و در این حال تاکید کرده که مراقبت کنن که همچین احتمال تکراری همچین خطایی در آینده وجود نداشته باشه. امروز نیویورک تایمز هم یه گزارشی منتشر کرده و اطلاع داده از اینکه دست کم در دو مورد دیگه در سالهای 2007-2008 ظاهرا شبیه به این اتفاق
نزدیک بوده که بیفته و حتی یک مورد اینطور که گزارش نیویورک تایمز گزارش میکنه موشکی از نوعی همین موشکی که این هواپیما رو زده به سمت هواپیمای مسافربری شلیک شده، موشک ام-توروان روسی، بله تور ام-وان روسی، بله. به سمت هواپیمای مسافربری شلیک شده که ظاهراً برخورد نکرده بهش. به هر حال این موضوع نشون میده که یک بازنگری در سیستم پدافند هوای ایران لازم اتفاق بیفته و یک بازنگری شاید در نحوه در واقع برخورد فرماندهان. اگه شما خاطرتون باشه در موارد متعدد وقتی که فرض کن یک واحد دریایی سپاه تعدادی از ملوانهای انگلیسی رو گرفته بودن در خلیج فارس، یا وقتی که یک واحد پدافند هوایی ایران یکی از در واقع هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی رو، پهپادهای آمریکایی رو سرنگون کرد، خیلی خیلی از این افراد تجلیل شد، بهشون مدال داده شد. و این نوع برخوردها به هر حال تشویق میکنه بقیه رو که اگر در یه شرایطی قرار گرفتن و دیدن که یک امکان این هست که یه جوری خودی نمایشی بدن، از اون فرصت استفاده کنن. بنابراین خیلی شاید نشه اون شخصی که در تهران این موشک رو پرتاب کرده رو سرزنش کرد، به دلیل اینکه پیامی که مدام از فرماندهانش و از عالی‌ترین فرماندهان گرفته این بوده که در یه همچین موقعیتی تردید نکن و بزن. بنابراین شاید یکی از اتفاقایی که باید بیفته اینه که این فرهنگ رو در نیروهای مسلح تقویت کرد که دقت بالا باید به خرج بدن، به خصوص در مواردی که پای غیرنظامیان در میان هست، احتمال اینکه غیرنظامیان صدا ببینن در میان هست، باید دقت بالاتری از خودشون نشون بدن و همینطور سیستمای راداری و شناسایی رو شاید باید تقویت کنن. من اطلاع فنی از این ماجرا ندارم، حتما در ادامه برنامه هامون با متخصصانی صحبت خواهیم کرد که برامون توضیح بدن که این سیستم هایی که الان مورد استفاده هست در ایران چقدر توانایی تشخیص هواپیمای غیرنظامی از نظامی رو دارن، چه روش هایی برای این تشخیص وجود داره و هر آنچه که هست ممکن همین الان هم وجود داشته باشه این توانایی و قصور یک شخص باعث شده که ازش استفاده نشه، ولی هر آنچه که هست میباید تقویت بشه. در هر صورت قصور یک شخص شاید توجیه نباشه که بسیاری اون رو بپذیرند. وقتی عملی اتفاق میفته مسئولیت رو باید کسی بپذیره. به نظر شما مسئول اصلی کیه؟ فقط کار باید با عذرخواهی تموم بشه؟ اولا که حالا در مورد عذرخواهی مقامات ایران، رهبر ایران از کلمه عذرخواهی استفاده نکرد، رئیس جمهور ایران از عذرخواهی استفاده نکرد، فقط آقای ظریف و سفیر ایران در لندن عذرخواهی کردند و اونم تازه فقط میشه گفت آقای ظریف از اصل ماجرا عذرخواهی کرد، چون سفیر ایران هم عذرخواهیش معطوف به این بود که روز قبلش یک در واقع مصاحبه خبری داشت و با شدت و حدت تکذیب کرده بود برخورد موشک به این هواپیما رو، بیشتر از اون داشت عذرخواهی میکرد. بنابراین این هنوز به مرحله عذرخواهی نرسیده و یه مقداری در واقع یه جور مقاومت فرهنگی شاید وجود داره در مقابل عذرخواهی کردن و پذیرش مسئولیت که منحصر به مسئولان هم شاید نباشه، ولی وقتی که شما در یک مسئولیتی قرار میگیرین انتظار بیشتری ازتون هست که مسئولیت پذیر باشین. همینطور که گفتم در سطح پذیرش مسئولیت، عذرخواهی نه، ولی در سطح پذیرش مسئولیت به نظر میاد که عالی ترین سطوح نظامی ایران الان این رو پذیرفتن. فرمانده نیروی هوا فضا به صراحت پذیرفت که مسئولیت همه خبط و خطاهایی که منجر به این فاجعه شده به عهده نیروهای مسلح است. رهبر ایران هم که فرمانده کل قوا هست این رو پذیرفت مسئولیت رو و دستور داد که به شدت دقت بشه که تکرار نمیشه یه همچی چیزی و با کسانی هم که خبط و خطا کردن باید برخورد بشه. ولی خب این که چه اتفاقی عملا بیفته باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته، به دلیل اینکه نمونه های وجود داره. در همین چند ساعت هم در شبکه های اجتماعی شما مدام میبینید که به این نمونه های گذشته در واقع ارجاع داده میشه که مثلا در مورد کوی دانشگاه نهایتا ماجرا به محاکمه یک گروهبان به خاطر دزدیدن یک ریشتراش منتهی شد و همه در واقع دارن تماشا میکنن و منتظرن ببینن که در این مورد هم مسئولیت پذیری به همون جا ختم میشه یا نه.
از جمله در شبکه‌های اجتماعی درخواست استعفا مدام مطرحه و صحبت از اینه که به هر حال یک مقام عالی رتبه‌ای خوبه که استعفا کنه تا یه جور تسلی باشه برای کسانی که آسیب دیدن در این ماجرا. ممنونم از امید پارسا نژاد همکارم. همونطور که اشاره شد، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرده که هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که از تهران به کیف میرفت به دلیل خطای انسانی و به اشتباه مورد اصابت موشک پدافند هوایی ایران قرار گرفت. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دستور پیگیری داده. حسن روحانی رئیس جمهوری اظهار تأسف و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عذرخواهی کرده. پیش از این مقام‌های غربی از جمله نخست وزیر کانادا گفته بودند که این هواپیما هدف پدافند ایران قرار گرفته. این هواپیما روز چهارشنبه و همزمان با حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق هدف قرار گرفت و سقوط کرد. تمام 176 سرنشین اون کشته شدند. اونها شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، افغانستان و سوئد بودند. صدور اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران واکنش‌های زیادی به همراه داشته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. هواپیما با موشک ساقط شده. جمله‌ای که دیگر نه به عنوان شایعه بلکه به عنوان واقعیت مطرح می‌شود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران صبح امروز اطلاعیه‌ای در مورد سانحه هواپیمای 737 اوکراین منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده در هنگام چرخش هواپیما کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار گرفت که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد مورد اصابت قرار گرفت. رهبر ایران هم در پیامی به ستاد کل نیروهای مسلح دستور داد کوتاهی‌ها یا تقصیرها را پیگیری کند و مراقبت کند که چنین سانحه‌ای تکرار نشود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم کمی بعد بیانیه داد. در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران، پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آماده باش 100% قرار داشتند که متاسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه به یک فاجعه بزرگ منجر شد و ده ها انسان بیگناه قربانی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم در توییتر تسلیت گفت و عذر خواهی کرد. یک روز غمناک، نتایج اولیه تحقیقات داخلی نیروهای مسلح، خطای انسانی در لحظات بحرانی که ماجراجویی آمریکا موجب آن شده بود، منجر به فاجعه شد. تأسف، عذرخواهی و تسلیت عمیق ما به مردم، خانواده همه قربانیان و ملت‌های متأثر از این واقعه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته انتظارش از ایران تحقیق کامل و شفاف، اجرای عدالت در حق عاملان، بازگرداندن اجساد، پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در بیانیه‌ای گفته که تمرکز کشورش بر این مسائل است: وداع مناسب با قربانیان، پاسخگو کردن مسببان، شفافیت و عدالت برای خانواده ها و عزیزان قربانیان. دیروز مقام های ایران خبرهای منتشر شده از سوی منابع اطلاعاتی آمریکا و نخست وزیر کانادا را فضاسازی های مشکوک و عملیات روانی خوانده بودند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران هم این اخبار را نادرست دانسته و از مقام های سیاسی این دو کشور خواسته بود اگر اطلاعاتی دارند علنی منتشر کنند. در این دو روز اما رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های غربی گزارش‌های مختلفی در مورد اشتباه پدافندی یا هدف قرار گرفته شدن هواپیما توسط خود ایران منتشر کرده بودند. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و سوال‌های زیادی ایجاد کرده، از جمله اینکه چرا بامداد چهارشنبه در زمان سقوط هواپیما پرواز هواپیمای مسافربری متوقف نشده بود. سیاوش امیر مکری مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور در پاسخ به این سوال گفته دستورالعمل لغو و تأخیر پروازها برای چنین موضوعاتی را پدافند اعلام می‌کند. هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین صبح چهارشنبه دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی در مسیر کیف در سباشهر از توابع شهرستان شهریار هدف قرار گرفت. تمامی 176 سرنشینش جان خود را از دست دادند. اکثر جانباختگان
ایرانی و یا ایرانی کانادایی بودند. مهدی بیگی، بی بی سی. تازه ترین مقام رسمی که در ایران واکنش نشون داده به این خبر امیرعلی حاجی زاده بود که لحظات پیش هم نشست خبری او رو داشتیم. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران که اعلام کرد همه مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی رو شخص او میپذیره و گفت که این اتفاق به خاطر تصمیم عجولانه و اشتباه یک فرد رخ داده. آقای حاجی زاده گفته که شب حادثه وضعیت آمادگی در شرایط جنگی وجود داشته که بالاترین سطح آمادگی است. بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیماهای جنگی، بعضی از بمب افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم. ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد. امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه همچنین در پاسخ به دلیل متوقف نشدن پروازهای مسافری با اشاره به وضعیت آماده باش نیروهای مسلح گفت که تعلیق پروازها وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبوده. ببینید تو بخش هوانوردیش اتفاق مشکل با اونها نیست، از اونها خواسته نشده، یعنی هر مشکلی هست به نیروهای مسلح برمیگرده. این خبط و خطا و مشکلی بوده در مجموعه نیروهای مسلح، در بخش دولتی و کشوری و شرکت فرودگاه ها و اینا هیچ قصوری، هیچ تقصیری اونها ندارن، هیچ گناهی ندارن. اگر از اونها ما میخواستیم، یعنی چون وظیفه ما نبوده، مسئول این بخش کسان دیگه ای بودن، اونها باید این کار رو مدیریت و فرماندهی میکردن. همان گونه که اون شب بنده در غرب کشور عملیات ضربات موشکی رو داشتم فرماندهی میکردم و داشتم کنترل میکردم، تو این بخش هم عزیزان دیگه ای مسئول بودن و اونها باید این کارا رو میکردن. منتها این زمینه فراهم شد که این فرد این خطای بزرگ رو انجام بده و متاسفانه این حادثه رخ بده. امیرعلی حاجی زاده بود فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس از بروکسل بلژیک با ماست. آقای مزروعی، مسئولیت این حادثه با کیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، من ابتدا این فاجعه رو به مردم و خانواده های داغدار تسلیت میگم. حقیقتا در برابر یک چنین اتفاقی من مونده ام که چه بگم. متاسفانه سالهاست که شیوه حکمرانی خوب در کشور ما صدمه دیده و این وقایع نشون دهنده این هست که این روش حکمرانی به فجایع انسانی که قابل نادیده گرفتن و گذشت نیست رسیده. اگر ما فقط وقایع این دو ماه اخیر رو از وقایع آخر آبان ماه تا امروز مرور کنیم و خسارتهایی رو که به وجود اومده در اداره کشور شماره کنیم، به این نتیجه میرسیم که امروزه شیوه حکمرانی دارای خلل‌ها و اشکالات اساسی است. و اگر بخوایم مسئولی رو در این رابطه بشناسیم، من فکر میکنم که کل نظام حاکم مسئولیت این فاجعه رو باید بپذیرند و امیدوار باشیم که با درس آموزی از این وقایع یک اصلاحات اساسی رو در شیوه اداره کشور به وجود بیارن. این اشکالی که الان منجر به فاجعه شده ناشی از نظام اداره کشور هست و اگر این نظام اداره کشور نتواند
خودش رو بازسازی کنه، متاسفانه در آینده هم این اتفاق ها میفته. ببینید وقتی در یک مراسم تشییع جنازه ما شاهد باشیم که بیش از 60 نفر از هموطنانمون زیر دست و پای بد مدیریت شدن مراسم له بشن و دنیا برن، این واقعا فاجعه هست. جان انسان ها ارزشمندترین گوهر هست و این طور جان انسان ها گرفته میشه، این فاجعه است. من واقعا هر چه فکر میکنم چه میشه درباره یک چنین فجایعی گفت، عقلم قد نمیده. و اینکه حالا یک نفر به هر حال مسئول شناخته بشه و دادگاهی بشه، این که مشکل رو حل نمیکنه. این ناشی از یک نگاه سیستمی به اداره حکومت باید باشد و هیچ توجیهی به نظر من نمیتونه این فاجعه رو توضیح بده. این که چند روز دروغ گفته شد و سعی کردن که مثل خیلی از وقایع دیگه به مردم دروغ بگن، امپراتوری دروغ رو در کشور به راه انداختن برای اینکه این فاجعه رو توجیه کنن، به نظر من این نشون دهنده این است که حاکمیت از صداقت، راستگویی، اعتماد به مردم فاصله بسیار گرفته. و من هر چی فکر میکنم اینکه پس از 3 روز بیاند و اعتراف کنند و واقعیت رو بگن برام قابل فهم و قابل درک نیست. آقای مزروی گفتین که درس آموزی باید صورت بگیره، مشخصا یعنی چی؟ کی باید درس آموزی که ببینید بارها از جنبش سبز تا از جنبش سبز در سال 88 تا امروز دلسوزان، اصلاح طلبان، همه اون کسانی که دلشون برای این کشور میسوزه گفتن این نظام احتیاج به اصلاحات ساختاری داره، احتیاج به این داره که به مردم اعتماد کنه، احتیاج به این داره که همه مردم رو به رسمیت بشناسه، خودی و غیر خودی نکنه، احتیاج به این داره که راه رو باز کنه برای اینکه همه مردم، مردمی که عقاید متفاوت دارن، سبک‌های زندگی متفاوت دارن، اما در سرزمینی و در خانه‌ای به نام ایران زندگی می‌کنن، اینها بتوانند نمایندگان خودشون رو در نظام سیاسی پیدا کنن. الان ما داریم میریم به سمت انتخابات مجلس، ولی خب همین مقدماتی که برای انتخابات طی شده به گونه است که باز با نظارت استصوابی و حذف افرادی که شاید بتوانند با حضورشون در مجلس در نظام سیاسی کمک بکنند در حل این مشکلات، خب باز بر این روش نادرست آزموده شده و خطا داره تاکید میشه. من حرفم این هست که اگر به مردم اعتماد نشود، اگر فضای سیاسی باز نشود، اگر آزادی ها به رسمیت شناخته نشود، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. شما فکر کنید اگر رسانه ها در ایران آزادی داشتن، احزاب آزادی داشتن و می توانستن حقیقت رو بگن، آیا وضع به این جا کشیده می شد که در این چند روز این همه توجیه و دروغ گفته بشه؟